از لاین شروع کن. توی بیمارستان دو تا بیمار توی یک اتاق بستری بودن، در حالی که یکی از دو بیمار تختش رو به پنجره بود، بیمار دوم پنجره‌ای نداشت و به خاطر وضعیت جسمیش هم اجازه تحرک نداشت. این دو تا بیمار روزای متمادی برای هم از خاطراتشون تعریف میکردن. بعد که خسته میشدن، بیماری که رو به پنجره میخوابید شروع به تعریف کردن از زیبایی های پارک روبروی بیمارستان میکرد. بیمار دوم هم هیچ وقت از تعریف هیجان انگیزی که اون از درختان سر به فلک کشیده پارک، دریاچه زیبا، بچه های پرشور و نشاطی که توی پارک بازی میکردن و خلاصه هیچ وقت از این تعریف ها خسته نمیشد و حتی میشه گفتش که بهترین لحظاتش بود. اون با تعریف مردی که کنار پنجره بود چشمانش رو میبست و اونها رو تصور میکرد و بعد هم از تجسم این دنیای زیبا برای لحظاتی از سختی ها و نگرانی ها و دردهاش در محیط بیمارستان خارج میشد و جون تازه میگرفت. این روزها توی بیمارستان ادامه پیدا کردن تا اینکه یک روز بیمار اول که رو به پنجره میخوابید بر اثر یک حمله قلبی از دنیا رفت. مرد دوم که خیلی هم ناراحت بود از پرستارش خواست که اون رو به تخت دوستش کنار پنجره منتقل کنه. پرستار با رضایت این کار رو انجام داد. بعد از جابجایی مرد به آرومی خودش رو به سمت پنجره کشوند تا اولین نگاهش رو به دنیای بیرون از پنجره بندازه. نگاهی بندازه و بتونه اون مناظر زیبا رو ببینه. ولی در کمال تعجب اون بر پنجره با یک دیوار بلند مواجه شد. مرد با تعجب به پرستار گفتش که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی رو از پشت پنجره براش تعریف میکرده. پرستار پاسخ داد اون مرد سالها قبل کور شده بود. کمک کردن به یک دوست، به یک هم نوع، وقتی که خودت در آرامش و رفاه هستی کار سختی نیست. مهم اینه که وقتی خودت در تنگنا و سختی و فشار و هزار مشکل و گرفتاری هستی، درست همون موقع که فکر میکنی بیش از بقیه مستحق کمک و یاری هستی، آره، درست تو همون موقع سراغ دوستت بری و کمکش کنی و اون رو بر خودت ترجیح بده، بی هیچ چشم داشت و بی هیچ انتظار، بدون اینکه تا آخرین لحظه اون از این موضوع خبردار بشه. اینها همون ارزش‌های دنیای انسانی هستن. پس در شروع یک چراغ رابطه دیگه همت میکنیم و سعی میکنیم که هر کدوممون نماینده ای از همین ارزش‌ها باشیم. در ساعت 2:30 شب 22 سپتامبر 1964 اتوبوس تیم رئال مادرید تصادف کرد. این تصادف یک پایان و یک آغاز رو با خودش به همراه آورد. پایان برای دروازه‌بان تیم رئال مادرید که در این تصادف مجبور شد برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کنه، و آغاز برای یکی از بزرگترین و محبوبترین خوانندگان قرن بیستم. بله، در مورد خولیو ایگلسیاس صحبت می‌کنیم. خولیو بعد از سانحه تصادف اتوبوس تیم به مدت 1.5 سال بر روی تخت بیمارستان با حالت نیمه فلج بستری بود و امید برای راه رفتن خولیو بسیار کم بود. اما گیتاری که یک پرستار به خولیو داد مسیر زندگی آینده اون رو برای همیشه عوض کرد. با هم به قسمتی از یک ترانه با نام هی از خولیو ایگلسیاس گوش میکنیم، بعدن ادامه میدیم.